داداش ما سعی کردیم اون زمین رو بخریم ولی صاحباش اصلا راضی نیستن. انقدر اونجا با ارزشه که خونه ها مثل آب خوردن فروخته میشن ولی نتونستیم قانعشون کنیم. ببخشید. بله اویکو. نکنه اویکو همونه؟ نره داداش خودشه. از من خیلی اورژانسی بهت احتیاج دارم. اویکو جون من الان توی یه جلسه هم بعدش به زنگ بزنم، اشکال نداره؟ نمیشه، هرچی هم که بشه باید به حرفم گوش کنی چون خیلی مهمه. خوب گوش کن، مامانت ازم یه پلک خواسته. تو مطمئنم میدونی چون من نمیدونم. باید اونو پیداش کنیم. ببین اگه پیداش نکنم این دفعه قطعا اخراج میشم. خواهش میکنم کمکم کن. باشه یه دقیقه صبر کن من به زنگ میزنم. باشه سری. آی متا جون اینم خیلی رمانتیک شده. مثل مدل من. گرچه مدل من دیگه جواب نمیده، با خانمم دعوامون شده. به زودی هم طلاق میگیریم. شما که غریبه نیستین، جدیده الان منتظرم. داداش از ساخت و ساز میگفتی؟ آیا از تو هم وایسا دیگه بابا. خیلی خسته شدم به تجون. این جدیده دوباره منو به زندگی برگردون. خیلی شوخه، بعدش هم جوونه و هم سن و سالای شماست. دیروز با هم بودیم میدونی؟ آیا از تو هم میشناسیش؟ قبلا ما رو دیده بودی. یعنی یادت نیومد که موهاشو؟ آره داداش یادم اومد، ببخشید من فکرم خیلی مشغوله. خب مته ازت یه خواهشی دارم، باید سری بری پیش اویکو. چی شده؟ خیلی مهمه؟ آره داداش مهمه، باید سری بری. ولی آیا از الان پیش داداش رضا نشستیم؟ باشه من حرف میزنم حلش میکنم، خب چیزای دیگه هم هست که باید بپرسم. خواهش میکنم تو برو این موضوع رو حلش کن شریک. خیلی خوب باشه. بته جون کارای این تمومی نداره. آفرین تو در رو حد دارم. میبینم داداش. پس بعدن میبینم دیگه داداش. میبینم فعلا. زیادم با این دخترها وقت نگذرونی، مثل من نباشی. باشه داداش خسته نباشی. فعلا پسر. خیرم نیست، هیچ جا نیست، اخراج میشم. آی عزیزم خسته نباشی، واقعا کارت خیلی سخته، کاش میتونستم کمکت کنم. خب بگذریم، آیاز میاد، با اون یه فکری میکنیم. وای خیلی رومانتیکی ها. آه مته زنگ میزنه. بله مته. ببینم اویکو خانم حاضری؟ مگه تو میای؟ آره نمیپسندی؟ نه بابا این چه حرفیه؟ ولی قرار بود آیاز بیاد. نه واسه آیاز کاری پیش اومد، من دارم میام پیشت. 10 دقیقه دیگه میرسم. خیلی ممنونم مته، اگه خیلی فوری نبود نمیگفتم. مهم نیست، حاضر شو بیا پایین. باشه میبینمت. آیاز کار داشته، مته میاد دنبالم، بریم. چه پسر با فکریه مگه نه؟ والا زیادی با فکره. چه خوب واقعا. امضاش میکنیم دیگه داداش رضا. آره حلش میکنیم، مشکلی نیست، اونجا یه چند نفری هم میشناسم. خوبه، عالیه، عالیه. بس من برم دیگه، باشه؟ میبینم داداش رضا. فعلا. داداش رضا. بگو پسرم. این دوست دخترت هست، یه بار آشنا شدم باش. اسمش چی بود؟ یعنی خب اگه جای ببینمش اسمشو فراموش کردم زشت نباشه دیگه. آها واسه اون میپرسی. بلای اون مو قرمزه، عزیز دلمه، شیما. خب ببینم رابطتون جدیه؟ یعنی با شیما؟ یعنی چی که جدیم یا نه؟ دارم زنمو طلاق میدم که سری برم با اون ازدواج کنم عزیزم. مبارک باشه داداش. ممنون. جدیدی، شاید تو هم شدی شاهد عقدمون. ها من برم دیگه، خسته نباشی. تو هم همینطور داداش. تو هم. منم با اتون میام. خب بیا. خیلی خب پس اولجای تو به عزلم خانوم بگو شیما رفته کمک اویکو. عزیزم باشه ولی خب. حله مگه نه ها؟ باشه خیلی خب تو برو من حلش میکنم. باشه. نیم ساعت دیگه همو ببینیم، آدرس رو برات میفرستم. اگه میای زود باشی ما یه لحظه وایسا. موضوع رضاست.
آیکو چیزه، شما برین، من بهتون زنگ میزنم، الان یه چیزی یادم میاد. باشه، پس من رفتم. خیلی معذرت میخوام، تو رم تا اینجا با خودم کشوندم. نگه یه بار دیگه اینو بگی به خدا دعوت میکنم. باشه، چیزی نمیگم. آها، بیا اینا رم ببینیم. باشه. سلام، چجوری میتونم کمکتون کنم؟ ما اینو لازم داریم، شما دارینش؟ لطفا بگین هست. سخته، ولی باید انبارو ببینم. خدایا نباشه چی، من چی کار کنم؟ تصادفو ببین. چه تصادفی؟ این پلاکیه که بابام خیلی دوست داشت. جدی میگی؟ خیلی عجیبه، چرا اینقدر براش عجله داری؟ نمیدونم، به من چیزی نگفته. برم ببینم چی شد. اوف. اویکو خانوم، بابت اینکه کاری کردی صحنه این فیلمای ترکی رو تجربه کنم خیلی ممنونم. دیگه باید بریم ازدواج کنیم. دیوونه. یادت اومد؟ چی رو؟ بچه که بودیم کتابا رو باز میکردیم و خودمونو جای قهرماناش میذاشتیم. مگه میشه یادم بره؟ حتی آخر یکی از پاراگراف هم میمردم. آره. بذار ببینم این دفعه چی میشیم. خب مرده گفتش این قلب برای منه، ولی اولین باره که باهاش احساس غریبی میکنم. مثل دستم نیست، دستمو هر جا بخوام میذارم، به هم گوش میده، ولی قلبم خود مختاره، به من دستور میده. قبلا این کارو نمی کرد. وقتی تو رو میبینه هیجان زدم میکنه. مرد چشماشو بست. ما توی ماشینیم که داره میره سمت جنوب. یا با هم دیگه به خورشید میرسیم، یا از تپه میفتیم پایین و میمیریم. خیلی گشتم، ولی نبود. خیلی ممنون. عجب. خیلی خوب، روزتون بخیر. روز بخیر. برای حرف زدن جای عجیبی رو انتخاب کردی. فکر کردم از بلند پروازی خوشت میاد شیما. اندازه یه تو. آره. تعریف کن ببینم خوشتی، دردت چیه؟ من نه، تو تعریف میکنی شیما. شما این پلاکو داری؟ نه متاسفانه. خب من از کجا میتونم پیداش کنم؟ والا اینجا پیدا کردنش سخته، تو مغازه های کلکسیون دارا میتونیم پیداش کنیم. منم اولین باره دارم میبینمش، نمیدونم. من بیچاره شدم، این دفعه دیگه تموم شد. صبر کن، استرس نگیر، من میدونم کجا پیداش کنیم. بیا بریم. یعنی دفتر رضا بسته شده؟ تموم شد رفت؟ شیما، آدم های مثل تو رو من خوب میشناسم. که اینطور؟ آدم های مثل من چجوریه؟ تکبر و حرص رفته تو وجودت، بلند پروازی مناسب نیست، میافتی پایین شیما. باشه، فرض کنیم اینجوریه، فرض کنیم من گناهکارم، تو چی؟ مته برادرمه، به هیچ وجه نمیذارم ناراحتش کنی. همه خواهر برادر همه. اگه امروز جلوشون رو نگرفته بودم مته همه چیزو میفهمید. چیو؟ این که رضا دوست پسر قبلیم بود؟ نه خیرم،
اینکه تو متأهل بودنش باش بودی. خیلی دلم واسط میسوزه هایست. اونی که میبازه تویی از دستش میدی. چی از دست میدم؟ اوی کورو، چون اون مهتر رو دوست داره و اصلا عاشق تو نمیشه. خب این چه ربطی به من داره؟ چون که تو هم اوی کورو دوست داری، ولی اینقدر ترسویی که نمیتونی به خودت بقبولونی. میبینی دیگه این فرق بین من و توه. من به مته میگم، امشب بهش میگم. بگو، حتی اگه میخوای همین الان بهش بگو. من میدونم مته رو چجوری برگردونم، ولی تو تک و تنها میمونی. من مته رو خیلی بهتر از تو میشناسم. این چی رو عوض میکنه؟ واسه مته تو زندگی مهمترین چیز صداقت و درستیه. تو زیادی به خودت مطمئنی. اگه مته اینو بفهمه همون لحظه ازت جدا میشه. هیچ وقت هم نمیتونی دیگه به دستش بیاری. صداقت و درستی، آره. پس اول از تو میگذره آیاس. بعدش هم تو چرا میخوای ما رو از هم جدا کنی؟ اگه ما جدا بشیم مته و آیکو خیلی راحت به هم میرسن. در واقع میتونستیم شرکای خوبی برای هم بشیم. من اصلا پیشنهاد همچین چیزی رو نمیدم. مته نزدیکترین دوست منه، به خاطر اون هر کاری میکنم. اینی که گفتی اصلا یادت نره، چون یه روزی وقتی سر اویکو با مته دشمن شدین من اینو یادت میندازم. حق میدم که اینجوری فکر کنی، چون تو زندگی تو هیچ دوستی نبوده. تو کسی هستی که پشت سر کسی که بهش میگی دوست یه کارایی میکنه. تو داری از چی حرف میزنی؟ خیلی خوب میدونی که دارم از چی حرف میزنم. منظورت اویکوه؟ کشش ندیم شیما. دو تا انتخاب داری، یا امشب آبروتو خودم میبرم، یا مثل آدم میری واسه مته همه چیزو تعریف کنی. استاد ارجان اویکو استاد ارجان، ایشون تو دانشگاه استادم بود. خیلی خوشبختم اویکو. خانم شما شاید متر رو زیاد نشناسین، خیلی دختر همیشه دنبالش بودن، ولی اون به هیچ کس رو نمیداد. اونم نمیدونم چجوری این کارو میکرد. خب همیشه دنبال آدم درستش بودم. پسرم از پیشروهای مکتب رومانتیک هستن. متر پسرم، ببین منو، خوب شد که منتظر موندی. آخرشم درست‌ترینش رو پیدا کردی. نه استاد ارجان، اونطوری هم نیست. اویکو دوست منه. بسرم، با همچین دختری مگه میشه دوست معمولی بود؟ به این منو، هنوز روش نشده به چیزی بگه. نه ما اونجوری نیستیم. نه استاد، اویکو صمیمی‌ترین دوست دختر خودمه. پس یعنی دوست دختر داری و اون اویکو نیست. وای خیلی عجیبه، من اینجور چیزها رو همیشه متوجه میشم. خب اسمش چیه؟ نه شیما. شیما اسم قشنگیه. جالبه، امیدوارم دختر درست رو پیدا کرده باشی. چیزه راستش، ما دنبال این پلاک بودیم، ولی خیلی فوریه. یعنی ممکنه فقط چند دقیقه از وقتم مونده باشه. شما دارینش؟ ببینمش. یکم سخته، ولی میرم پیداش میکنم. حتما استاد. برم ببینم. خیلی ممنون. واسه چی؟ از جواب به سوالی که نمیخواستم بگمش نجاتم دادی. مهم نیست. به نظرت اینجا هست؟ به نظرم هستش، نگران نباش. امیدوارم باشه، مگر نه این دفعه واقعا اخراج میشم. جدی؟ خیلی خوب، صبر کن، استرس نگیر. متاسفم. متاسفانه من یه کلکسیونر خیلی خوبم. جدی میگین؟ مته؟
گفتم که استاد یه دونه است. اینو به همه میگی نه؟ دقیقا استاد. خیلی خیلی ممنونم. استاد واقعا خیلی ممنونم، نمیدونم چی بگم. بچه ها الان کارتون زیاده، وقتتون رو نمیگیرم، ولی دفعه بعدی هم واسه قهوه و هم واسه موزیک گوش دادن منتظرتونم. باشه؟ حتما استاد، بروی چشم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم ازتون. داری میری، مراقب باشی. باشه؟ حتما استاد. میتونیم برسیم یعنی؟ ببینم تو انقدر استرس گرفتی خسته نشدی ها؟ خب دروغ نگم خسته میشم. شوخیه دیگه نه؟ ای بابا مته. خب اویکو جون میتونی استرس بگیری چون تو آسانسور گیر کردیم. یعنی چی؟ همش این چیزه باید سر من بیاد. باشه؟ این چه وضعش قشنگ ابرای سیاه بالا سر من. اینجا زنگ نداره فعالش کنم؟ نه الان فشارش دادم، خرابه دیگه. کسی اینجا نیست؟ این چه سوالیه، اینجا آپارتمان دیگه، حتما یه سری توش دارن زندگی میکنن. اینو همینجوری گفتم. خب مته. استاد ما تو آسانسور گیر کردیم. ای بابا این چه وضعشه، یه بار این آسانسور درست کار نکرده. من برم یکی رو صدا بزنم، الان میگم یکی بیاد. وایسی. فقط یکم عجله کنن لطفاً، عجله داریم آخه. شما اصلا نگران نباشین، الان حلش میکنم. مثل من بیچاره شدم، بیچاره. باشه استرس نگیر آروم. این تو ژنتیکتونه نه؟ چون من دیروز به برجو هم همینو گفتم. یعنی وقتی به یکی که استرس داره بگه نداشته باشه، استرسش برطرف نمیشه. تو اینو به خواهرم هم گفتی؟ آره. تو یه نفس؟ مثل الان وقت شوخی نیست. به عنوان تنها کسی که تو تاریخ دو بار تو یه هفته از یه شرکت اخراج شده ثبتم میکنن. باشه بابا، من باهاش حرف میزنم، میگم که تو آسانسور موندیم، تقصیر تو نبوده که. دیر رسیدم واسه ارائه‌ام تقصیر من نبود، تقصیر راننده بود. ولی چی شد؟ کسی به حرف من گوش نکرد. اویکو ببین آروم باش، به من اعتماد کن، من با عزلم حرف میزنم، چیزی نیست. تو هم به جدیت اون توجه نکن، اون قلبش خیلی مهربونه، من اینو میدونم، خیالت راحت. باشه؟ باشه، الان دوست دارم باورت کنم. امیدوارم همون جوری بشه که تو میگی. هنوز آنتن نداره؟ چون هنوز همون جای قبلی هستیم، خب طبیعتاً آنتن ندارم دیگه. درست مثل آیاز حرف زدی، اونم همیشه اینجوری حرف میزنه. چقدر مشخصه که شما دوستین، در و تخت قشنگ با هم جور شده. ببخشید تموم میشه؟ من اصلا چرا میپرسم، همش همون جواب. کم مونده ولی چقدر کم مونده؟ 5 دقیقه؟ 10 دقیقه؟ اخراج شدم مطمئنم. اویکو مگه با هم حرف نزدیم؟ ببخشید، حق با توه. تازه میدونی، خب عزلم بالاخره مامان دوست پسرته. یعنی اینجوری نگو. چرا؟ ببینم مگه با هم دوست نیستین؟ البته من یکم تو قبول کردن شما دوتا مشکل دارم. مشکل داری؟ خب منظورم از مشکل داشتن، من و تو با هم دیگه بزرگ شدیم، یکم واسم تو با آیاز، خب یکم واسم عجیبین. مگه آیاز چشه؟ خب آیاز خیلی آدم اهل دلی نیست، اینجور روابطو خیلی دوست نداره. طولانی ترین رابطهش اندازه یه شارژ یه تلفنه. نمیدونم دیگه، عجیبه. من و آیاز جدا شدیم. خوش اومدی. ممنونم. کسی نیومده فقط. آره من... اولین کسی هستی که رسیدی. سلام. سلام، خوش اومدی. سلام برجی جون. سلام. تولدتون مبارک. چرا زحمت کشیدی دخترم؟ خیلی ممنونم. دخترم اینو میگیری؟ خیلی زحمت کشیدی، متشکرم. من یه سر برم به آشپزخونه و بیام. منم کمکتون میکنم آقا بلند. بیا پس بریم. با
گرجی جون، از داداشت خبری هست؟ در دسترس نیست. نه منم خبر ندارم. با اویکو بود، زنگ میزنم. نه به اویکو زنگ نزن، تلفن اونم خاموشه، معلوم نیست کجا باشه. خب من و آیاز اصلا با هم دوست نشدیم. صبر کن ببینم یعنی چی که با هم دوست نبودیم. پس کارهای اون روز چی بود؟ نه اون دلیل داشت. بگذاریم این موضوع دیگه ببندیمش. تو شیما چطوری؟ کاش بدونم. منم نمیدونم آیکا. خب ما عاشق هم بودیم، یا حداقل اینجوری فکر میکردم، ولی همه چی این اواخر یکم تغییر کرد. چرا؟ مگه دعوا کرده؟ این چیزی شده؟ خب میدونی چیه، من برای اولین بار به شیما شک کردم. حتی خودمم فکر میکردم همه چیز خیلی واضحه، ولی نیست. نمیدونم، شایدم استاد راست میگه، شیما اصلا آدم درستی برای من نیست. آدمی زاد بعضی از چیزا رو خیلی دیر متوجه میشه. بعضی وقتا هم یه دفعه یکی میاد تو زندگی تو همه چیز عوض میکنه. هرچی میدونستی رو فراموش میکنی. درست و غلطات جا به جا میشن، همینجوری میمونی. اویکو، تو مطمئنی که از آیاز جدا شدی؟ نمیدونم. وضعیتمون اصلا جدی نبود، ولی این که اینجوری حس میکنم عجیبه. آیاز خیلی آدمه با نمکیه. اون خیلی خوبه، اصلا به حرفای منم توجهی نکنه. امیدوارم با هم آشتی کنید. تو هم با شیما. فهمیدن اون همیشه سخت بوده، کارش هیچ وقت معلوم نمی کنه، ولی در از دختر خوبی بود، هنوزم هست. نمیدونم بینتون چی گذشته، ولی بهش یکم وقت بده. زمان دوای هر دردیه. نجات یافتیم. آره بالاخره. چطوری؟ خیلی وقت ندیدم. آره بابا خیلی وقته. البته آقا یازم ندیدیم. مگه شما هم دیگر رو میشناسین؟ دستش درد نکنه، تو زمین فوتبال خوب از خجالتم در اومد. خب ببینم کسی تو زندگیت هست؟ نه فعلا. کسی هم کاندید نیست؟ حالا که تنهایی برجو رو واسه جور کنی. چه بامزه. آیاز میدونستی شیما همیشه همینجوری شوخی میکنه؟ همیشه. مگه میشه ندونه؟ حتی یه دوست مشترک داریم، با اونم خیلی شوخی میکنه. برجو جون تلفن مت هنوزم خاموشه، تو خبری داری؟ ما شروع کنیم، اونا بالاخره میان بابا جون. ولی من الان نگرانش شدم. داداشم و آیکو با همان. بابا اصلا نگران نباش لطفا. باشه پس. بله با اجازتون من میخوام یه صحبتی بکنم. خب این ممکنه برای شما سورپرایز باشه. ببخشید ولی... خیلی ببخشید. ببخشید خیلی دیر کردیم. آره حسلم خانم خیلی ببخشید. الان نه بعدن حرف میزن. خوش اومدی. ممنونم و بلند. شیما خوبی؟ خوبم. تو چی؟ آره حل شد؟ حل شد.
گرفتیمش. باشه خوبه، خوشحال شدم. خب حالا که همه اینجان، الان رسیدیم به گفتن مسئله اصلی. خب بابا جون منو ببخش، اگه اجازه بدی میخوام از طرف شما یه صحبتی بکنم. باشه. اونایی که بابامو میشناسن میدونن بابام خیلی اهل نظم و منظم بودنه و هر روز صبح که از خواب پا میشه از قبلش مشخصه که میخواد چی کار کنه. اون نه با قلبش بلکه با مغزش فکر میکنه، اما من اینطوری نشدم، حتی خب برعکسش شدم. فکر میکردم کسایی که با قلبشون فکر میکنن خوشحال ترن، اما اشتباه میکردم. ولی البته اگه یه آدم بخواد صاحب چیزی بشه قبل از قلبش، مغزش باید اونو قبولش بکنه. فکر کنم یه راه معقول پیدا کردم، یکم از قلب و یکم از عقل رو گذاشتم کنار هم و تصمیم گرفتم. آدم بعضی چیزا رو تو دور دست ها دنبالشه، اما اونا دقیقا کنارشن. منم چشمو باز کردم و با دقت نگاه کردم. شیما، باید قدر آدم های زندگیشو بدونه و سری براش حلقه بگیره. شیما با من ازدواج میکنی؟ بابا جون کادو تو پسندیدی؟ پسرم خوشحالی تو رو دیدم واسه این من بزرگترین هدیه است. خوشحالم بابا جون، خوشحالم. حرف میزنیم، حرف میزنیم. شیما جون من نمیدونستم دوست دختر مته هستی، واسه همین خیلی تعجب کردم که تو رو اینجا دیدم. تبریک میگم. خیلی ممنونم. تبریک میگم مته جون. میگم مته. خیلی ممنونم. شیما آی کجون، ایشاله نوبتی تو بشه. یه پیشنهاد ازدواج بود. باشه باشه، چیزیم نیست. آیکو برجو خوبم. باشه یکم بریم بالا. برجو خوبم خوبم، فقط یکم خستم، همین. برجو میشه تنمون بذاری؟ نظم چه شده آیاز؟ اصلا گریه نکن، چون بهت یه خوبی خیلی بزرگ میکنم. حالا که اینقدر عاشق متی همه چیزو میگم، همه بدونن هر چیزی که هست. آیا
آیاز. ببخشید وسط حرفتون اومدم، ببخشید، ولی منم میخوام یه چیزی بگم. مته و شیما یه عشق بزرگ و توی مدت کم یه رابطه ای که دو طرفه بالکنان با سونا خیلی خوشحال شدیم. از ماه میپرسیدن که به عشق تو نگاه اول اعتقاد داریم، دیگه هممون به لطف اونا جوابو میدونیم، همه چی همونجوری بشه که میخواییم. ممنونی مایی کجون. بیاین به خوردن غذا همون ادامه بدیم. تو با من بیا یه لحظه. بگذاریم، آیازم فکر کنم حرفشو زد دیگه، خیلی خواب. تو میخوای چی کار کنی؟ یعنی چی که همه چیزو میگم؟ من بهت اعتماد کردم. چیزی که میخوام بگم به تو ربطی نداره اویکو. چی به من ربطی نداره؟ میخوای بگی که من از مته خوشم میاد؟ این کاملا به من ربط داره اگه متوجه بشی. میگم اصلا به تو ربطی نداره. خب بسه دیگه، تو هر چیزی دخالت نکن. ویل کن بابا، به تو چه اصلا؟ این کارو ویل کن. اونو ازدواج میکنن و این موضوع تموم میشه. خواهش میکنم ویل کن، ویل کن. هر کسی اونجوری که میخواد زندگی کنه، اگه اونا خوشحالن منم خوشحالم. بزرگترین بدی که یه آدم میتونه در حق خودش بکنه میدونی چیه؟ اینه که به خودش دروغ بگه. ولم کن آیاز، لطفاً. به مته گفتی؟ نه گفتم آیکو، اما اگه زنگ میزدی اینو پشت تلفنم بهت میگفتم، لازم نبود پاشی تا اینجا بیاد. خوبه، آفرین. آشتی کردی؟ یا اینکه هنوز ویونمو خرابه؟ یعنی باید بدونم طبق اون رفتار کنم دیگه. اون دخترا کی بودن؟ آها، تو حسودی کردی. به چی میخوام حسودی کنم؟ مزاحم؟ مزاحم؟ واقعا که تو که به همه گفتی ما از هم جدا شدیم و امروز من یه پسر مجردم و هر کاری که بخوام میتونم بکنم. نمیتونی بکنی. میکنم. بی جا میکنی. تو هم بدن شدی یا؟ تقصیر تو، آدمو دیوونه میکنی. خب چرا؟ یعنی حداقل چراشو به من بگو. چرا؟ چراش خیلی ساده است. به خاطر شیما میگم. تو چرا متراقاتی کسافتکاری خودت میکنی؟ ببین هنوز داره میگه کسافتکاری. اینجا 2 دقیقه داشتیم حرف میزدیم. بعدش هم میخواستیم برقص. رقص؟ رقص؟ برو بابا منو گول نزن. من خودم میدونم. تو حسابی دیوونه شدی یا؟ مترو که قاطی چیزی نکردم. اینجا تنهایی داشتم خوش میگذروندم. بعدش هم مجبور نیستم به کسی حساب پس بدم. درسته؟ درسته. پس با اجازت عزیزم. دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.